هرچی از بتوون گوش میدم همیشه آرزو میکردم که کاش اینو من نوشته بودم. بله فیلم زیاد داریم اما دست شما نمیدیم. برنامه زنده بود دیگه، اگر که چیزی خراب میشد دیگه میموند، دیگه نمیشد رفت تو استودیو درستش کرد. من آهنگساز هستم و آهنگسازم کسی است که باید ساعت‌ها بشینه کار کنه، قطعه خلق کنه. من خب اینجوری کار میکنم که منتظر نمیشم که یک ایدهی به ذهنم برسه بعد بنویسم. من واقعا به عنوان یه آهنگساز مثل یک نوازنده که باید هر روز سازشو تمرین کنه، یا یک نمیدونم دانشمند که همیشه باید مطالعه کنه، اینا منم به عنوان یه آهنگساز هر روز باید کار کنم. یعنی هر روز پشت پیانو میشینم و سعی میکنم قطعه بنویسم. حالا خیلی هاش به درد خور نیستن، میریزم دور، خیلی هاش ممکنه بمونن، یه سریشو بعدا استفاده کنم. خب من این آهنگو برای مادر عزیزم نوشته بودم، اسمشون بود عذرا و اسم آهنگم عذراست. خیلی هنرمند بودن، هم ساز تار از پدر من یاد گرفته بودن می نواختن و همین که صدای زیبایی داشتن، به قدری مشوق همه بچه هاشون از جمله من بودن در اینکه دنبال این هنر رو به صورت علمی ما بریم و از هر نظری منو حمایت می کردن که واقعا هرچی بگم کم گفتم. در خونه ما به خاطر علاقه شخصی پدر من که رضا روحانی، شون به موسیقی خیلی علاقه داشتن، خط خیلی زیبایی داشتن. پدر بزرگ من خیلی جلوگیری میکردن از اینکه پدر من دنبال این حرفه بره. با سختی بالاخره پدر من خودشون این علمو، چون موسیقی واقعا یه علمه، یاد گرفتن و به خاطر همین مسئله خیلی علاقه داشتن که فرزندانشون برن دنبال این کار. 4 تا برادریم و 1 خواهر. برادر بزرگ انوشیروان عزیز که احتیاج به معرفی ندارن. بعدش خواهر من شیرین تنها فرزندی بودن که دنبال موسیقی در حقیقت نتونستن برن، برای اینکه خیلی زود ازدواج کردن. برادر دیگه من اردشیر، پیانیست خیلی خوب و آهنگساز خیلی خوبی است. بعد من و آخرین فرزند این خانواده هم شهریاره که ایشون هم پیانیستن هم آهنگساز و در امریکا زندگی. در حال حاضر نصف فعالیتم به رهبری ارکستر میگذره و نصف دیگرش به آهنگسازی و تنظیم قطعات و اینا. تمام تمرکزم بیشتر روی کارهای خودمه، حالا چه رهبری ارکستر به عنوان رهبر مهمان، چه آهنگسازی از نوشتن قطعات جدیده، چه بازسازی قطعات قدیمی است که به عنوان آرانژور من دارم، به عنوان تنظیم کننده دارم کار میکنم. حتی بعضی وقتا مثلا کنسرت هایی که دارم قطعات خودم اجرا میکنم، در ضمن نوازندگی پیانو ارکستر رو رهبری میکنم.
سالی من به عنوان ایدی یه دوربین سوپر 8 گرفتم. بعد یادمه که به خاطر اینکه موسیقی برای یک فیلم بنویسم رفتم توی همون منطقه، ما در تهران پارس زندگی میکردیم اونجا، و یه سری فیلم تهیه کردم از یه چیزایی تهیه کردم از توی خیابون، از ماشینایی که رد میشدن، از مردم، و بعد اینا رو سرهم کردم یه فیلم، فکر میکنم چیز بوده مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه فیلم شده بود، و براش بعد موسیقی نوشتم. سالم بود که یه قطعه نوشتم برای ارکستر رادیوی اون زمان و تمام کارا رو خود من تنظیم کردم، برای همه سازها نوشتم، پارتیتورش رو نوشتم، و این قطعه در یک روز جمعه زنده از رادیو پخش شد و من یادم یه دلهوره عجیبی داشتم برای اینکه قطعه خودم رو برای اولین بار از طریق رادیو بشنوم، و یادم درست که این قطعه اجرا شد و خوبم اجرا شد و خود من اینقدر هیجان زده بودم که این باعث شد که بیشتر تشویق بشم و شروع کنم به رهبر دائمی و مدیر ارکستر سمفونیک کوتاه بشم، که من این پست رو برای 5 سال داشتم. و خب در این زمانی که من رئیس ارکستر سمفونیک کوتاه بودم سعی شده بود که، یعنی من خیلی اصرار داشتم که قطعاتی از حتی آهنگسازان ایرانی اجرا بشه برای شناسوندن آهنگسازان ایرانی به جامعه غیر ایرانی شاید و ایرانی ها که در خارج هستن. بعضی کارها مثلا سفارش داده میشه به من، اما من وقتی که دستم بازه و خودم دارم قطعه می‌نویسم معمولا قطعاتم سعی میکنم که طوری باشه که حتما اگه کسی گوش میده به این قطعات متوجه این بشه که ریشه این آهنگساز در شرق به ارکسترهای مختلف دنیا، کشورهای مختلف برم و قطعات موسیقی کلاسیک یا قطعات دیگه رهبری کنم. الان مثلا یکی از فعالیت‌هایی که من می‌کنم غیر از رهبری موسیقی کلاسیک، رهبری موسیقی فیلم هست. موسیقی فیلم به نظر من نزدیکترین موسیقی به موسیقی کلاسیکه که الان خیلی ها از به خصوص نسل جوان خیلی بهش توجه دارن. مدتم اینجا بعد از اینکه درسم تموم شد در دانشگاه UCLA برای کمپانی دیزنی به عنوان آهنگساز کار میکردم.
کمپانی دیزنی در جای مختلف دنیا مرکزیت داره، مثلا در برای خاور دورش در کشور تایلند در شهر بانکوک مرکز دیزنی اونجا هست و چند سال پیش جشن 75مین سال تأسیس دیزنی رو میگرفتن که از من خواستن که یک کنسرت بزرگی براشون در اونجا اجرا کنیم که من در بانکوک این کار کردم با ارکستر سمفونیک بانکوک و گروه کور، که جالب بود که همزمان ما به اصطلاح پرده بزرگ سینما نشون میدادن که فیلم های دیزنی پخش میشد و من موسیقی زنده رو رهبری میکردم برای صحنه ها. میدونین آهنگسازی یه چیزی است که باید ذوقش رو آدم داشته باشه، یعنی شکی درش نیست که اگه ذوق نداشته باشه آدم، فقط با تحصیلات و با اینکه یک کنسرواتوار آدم تموم کنه ممکنه یاد بگیره تکنیک آهنگسازی رو، ولی خب یا آهنگساز واقعی به نظر من نمیتونه باشه. اما آهنگسازی هم آهنگساز واقعی اونی نیست که فقط ذوق داشته باشه و فقط ملودی های قشنگی بنویسه، حتما تحصیل و ذوق باید اینا با هم قاطی بشن تا یک چیز خوبی از آب در بیاد. فکر میکنم 1998 بود، دسامبر 1998 بازی های آسیایی المپیک آسیایی در کشور تایلند بود و کمیته ورزشی این المپیک از چند تا آهنگساز خواسته بود که سری قطعاتی نوشته بنویسن برای این بازی ها و از من هم خواستن که برای افتتاحیه و اختتامیه این مراسم قطعاتی بنویسم که خب برای من به عنوان آهنگساز خیلی به خصوص آهنگسازی که از آسیا میاد و اینا خیلی جالب و خوشحال کننده بود. پادشاه تایلند و تمام اعضای خانوادهشون و خب سران ممالک آسیایی دیگه در اون مراسم بودن، این قطعات در اونجا برای افتتاحیش و همینطور مراسم اختتامیش اجرا شد، همزمان در دوباره در کشور آسیایی پخش میشد مراسم. شما فقط فکر کنید در چین چند میلیارد آدم نشسته بود این برنامه رو میدید. ده سال پیش من برای اولین بار به ایران برگشتم و با ارکستر سمفونیک تهران شروع کردم همکاری کردن، که خیلی خوشحالم که بگم این همکاری کم و بیش هنوز ادامه داره. تمام اعضای ارکستر سمفونیک تهران ایرانی هستند، در حالی که در دوره گذشته اینطوری نبود و حداقل نصف نوازنده ها ایرانی بودن، نصفشون خارجی بودن، اکثرا هم از اروپای شرقی، کشور اروپای شرقی می اومدن. الان خوشبختانه همه ایرانی هستن، اکثرا هم جوان، یعنی میانگین سنی فکر می کنم چیزی حدود مثلا پایین 30 سال باید باشه و نصف نوازنده خانوم هستن، نصفشون آقایون هستن، که باز این خیلی جای خوشحالی است و نشون میده که جامعه پویاست و فعاله. خب یه سری سیدی من از وقتی با خودم برمیگشتم از ایران با خودم آوردم و سعی کردم واقعا برای افرادی که شاید بتونن برای معرفی ارکستر سمفونیک موثر باشن برای اینا فرستادم و عکس، یعنی نه تنها عکس، همشون یک صدا واقعا تعریف کردن و
هم خوشحالن، هم تعجب کردن، هم باعث این شده که بدونن که خب این فعالیت ها داره انجام میشه. با آقای علیرضا عصار اگه اشتباه نکنم فکر میکنم 5-6 سال پیش بود که یک کار مشترکی با هم انجام دادیم که ایشون ملودی های این قطعات رو نوشته بودن و من این قطعات رو برای ارکستر سمفونیک و گروه های به اصطلاح کوچکترم تنظیم کردم و رهبری کردم این قطعه رو. ما این قطعه رو با ارکستر سمفونیک لندن در استودیو ابی رود ضبط کردیم و اشعار این قطعات از شاعرهای بزرگی بود مثل آقای شفیعی کدکنی، آقای شاملو، حتی از رومی ما یک آهنگی بود که ایشون روی اون شعر نوشته بودن و خود من خیلی از این کار راضی بودم، کار خوبی شد و این اولین تجربه من بود برای کار کردن با یک خواننده ایرانی. میگن که بتوون که خب همه با اسمش آشنان، که از صحبتاش این بود که میگفت آهنگسازا باید همیشه یه دستشون مداد باشه، چون موقع با مداد مینوشتن یا حالا با هر چیزی که مینوشتن قلم یا مداد مینوشتن، یه دستش هم پاککن باشه که آماده باشه که هرچی مینویسه رو واسه پاک کنه، فکر نکنه که هرچی مینویسه دیگه تا آخر ابد باید بمونه. اینه که واقعا اینجوری هست که خیلی وقتا ممکنه من کار کنم ساعت‌ها روزها اما چیزی به درد بخوری پیدا نکنم، اما گاهی هم یه دفعه یک ایده‌ای به که فکر آدم میاد، یه آدم توی شرایط قرار میگیره یا اتفاقایی تو جامعه میفته که هنرمند تحت تاثیر قرار میده که باعث میشه که یک اثری خلق کنه. مثلا خب بهار برای ما یک زمان خیلی خاصی است و خیلی مهمه، مثلا عید نوروز که میاد اول بهار همیشه توی ذهنم بود که قطعه اید بتونم بنویسم برای این تغییر فصل و خب قطعه رقص بهار مثلا در این مورد نوشته شده. مثلا فوت پدر من بود که وقتی که من متاسفانه در ایران نبودم، وقتی ایشون فوت شدن دور بودم ازشون، اما خبرش اینقدر ناراحت کننده بود که بلافاصله تونستم یه قطعه برای به یاد ایشون و برای ایشون بنویسم. کاش که بیشتر میتونستم وقت باشون صرف کنم، کاش که خب به خاطر اینکه من تحصیلاتم رو در خارج از ایران ادامه دادم خب سالهای سال دور بودم ازشون، یکی اون بعدم دیگه
خب خیلی هم به نظر من خیلی زود از دنیا رفتن هر دوتاشون متاسفانه. دلم خواست که میشد زمان رو برگردون به عقب که چیزایی که دوست داشتم موقع باشون انجام بدم و میتونستم انجام بدم و وقت بیشتری باشون صرف میکردم. این چیزیست که متاسفانه خب از لحاظ فیزیکی عملی نیست، اما همونطور گفتم هر دوتاشون خیلی زیاد، یعنی به جرات میتونم بگم که روزی نیست که تو فکر من نباشن. بله. خیلی از ارکسترهای آمریکایی کار کردم، خوشبختانه که از ارکسترهای درجه یک دنیا هستن که از اون نظر خب خوشحالم که این اتفاق افتاده، ولی چند تا ارکستر سمفونیک هستن در دنیا که من خیلی دوست داشتم با اینا کار کنم توی موقعیت، چند تا هم هستن که خوشبختانه باشون کار کردم که همیشه دوست داشتم کار کنم. من باب مثال ارکسترهایی که همیشه من دوست داشتم باشون کار کنم مثلا ارکستر سمفونیک لندن بوده که تقریبا به صورت مرتب سال یک بار من با اینا کار میکنم، ولی چند ارکستر اروپایی هست که خیلی علاقه دارم باش بالاخره توی موقعیتی همکاری کنم، مثلا ارکستر فیلارمونیک برلین فیلارمونیک، یا ارکستر فیلارمونیک وین، یا ارکستر کنسرت گباور. در تمام مورد کارهایی که من کردم، حالا گفتم چه به عنوان آهنگساز یا به عنوان رهبر ارکستر یا به عنوان نوازنده، دوست دارم که اینو به یادشون بمونه که تمام این کارها با کمال صداقت انجام شده. یعنی من توی کار هنریم اون صداقت از هر چیزی برام مهمتره و سعی میکنم همیشه رو اون مسئله خیلی زیاد تکیه کنم و تاکید کنم و امیدوارم این پیغام به شنونده هم رسیده باشه.